سلام، داریش هستم. خوش آمدید به کانال یوتیوب من. امروز قرار با هم در رابطه با عجیب ترین سازهایی که تا الان در دنیا ساخته شده صحبت بکنیم و ببینیم داستانش چیه. قبل از شروع ویدیو لطفا کانال منو سابسکرایب بکنید، لایک کامنت یادتون نشه و از من حمایت بکنید. دمتون گرم، بریم سراغ این سازهای عجیب و غریب. 9 تا از این سازها رو جدا کردم و خب به ترتیبی میریم ببینیم چی از کار در. اولین سازمون که میشه شماره 9، 9 از 9، اکتوباس. اکتوباس ساز قول پیکر که تصویرش اینجا میبینید، طولش 3.5 متر هستش که دقیقش میشه 3.48 متر. این ساز اونقدر بزرگه بچه ها که نمیشه با دست نواختش، برای همین یه سری پدال های برای پا تعبیر و با پا نواخته میشه. در سال 1850 ساخته شد. ساز شماره 8مون فلوت بینی. میبینید تصویرشو، شکل عجیب و غریبی نداره و خب مثل همه فلوت های دیگه هستش، ولی نکته جالب این ساز که عجیبش کرده اینه که همه فلوت ها رو میذارن توی دهنشون، فوت میکنن، بالاخره صدا ازش تولید میکنن، ولی این توی بینی قرار میگیره و با خارج کردن هوا از بینی نواخته میشه. حالا یه جایی خوندم دربارش، نوشته بود وقتی با از بینی فوت میکنیم میشه با دهن، حالا یک سری حرکات، یک سری کارا میکنن که یه صدا سازی عجیبی توش صورت میگیره. و جالبی دیگه اینه که این فلوت بینی مختص یک نقطه از جهان نیستش، دو نقاط مختلف هست و اینکه بسته به نقاط مختلف جنسش فرق میکنه. مثلا تو نیوزلند از دندون وال میسازن، تو نقاط دیگه مثلا بعضی جاهای دیگه از چوب بامبو میسازنش. ساز بعدی ساز حلزونی. میبینید از یه حلزون ساخته شده و خب قدمت خیلی زیادی داره، بیش از 12000 سال پیش، و این هم تو نقاط مختلف دنیا پیدا میشه. یک چیز جالب در رابطه با این ساز اینه که بسته به این که اون سازو چجوری بنوازن و میزان فوتشون و اینا، بعضی وقت صداش اونقدر بلنده که تا 2 مایل هم شنیده میشه به راحتی. چیز عجیب غریبیه. ساز بعدیمون یه ساز عجیب غریب و خیلی خفن که اسمش نانو گیتار هستش. تصویرش هم میبینید، از رو اسمش هم میشه فهمید عجیب بودنش به خاطر چیه. نانو گیتار خیلی کوچیکه، کوچیکترین ساز دنیا و کوچیکترین گیتار دنیا هستش که طولش کلن 10 میکرومتره. اینو با اون اکتوباس مقایسه بکنید، 3.5 متر، 10 میکرومتر. 10 میکرومتر تقریبا میشه اندازه یک سلول بدن. این نانو گیتار رو توی یکی از دانشگاه های آمریکا ساختن، سری دانشمند ساختن و برای شنیدن صداش به یک سری دستگاه پیشرفته احتیاج هست. ساز بعدیمون ارگ پایروفون. ارگ پایروفون خیلی قدیمیه. تصویر سیاسفید چون میبینید اینجا، این ارگ نکته جالبی که داره اینه نیروی لازم برای تولید صدا رو از طریق حالا احتراق آتیش به دست میاره. منظور شما بخواید با این ساز بنوازید، باید یه قسمتی از ساز که حالا مخصوص هستش اون قسمت، باید آتیش بزنین و به کمک حالا اون انرژی آتیش و اینا میاد صدا تولید میکنه. اینجوری هم هستش که این ساز اگزوز داره، بعد دود از اگزوزش که خارج میشه، شما حالا کلیدای پیانو رو که فشار میدید میتونید تنظیم بکنید میزان خروج دودو و اینجوری ازش صدا تولید میشه. چیز خفنیه ارگ پایروفون. این ساز بعدیمون خیلی ساز عجیب غریبه و خیلی خوش صداست، هارمونیکای شیشه‌ای که در سال 1761 ساخته شد توی آمریکا. 37 شیشه داره، شیشه ها رو میبینید حالا سایزهای مختلف که همشون از وسطش یه دونه میله حالا یا لوله چیز توی مایه ها رد شده. بعد میان دستاشون رو خیس میکنن و روی این شیشه ها میکشن و یه صدای بسیار زیبا و لذت بخش واقعا ازش تولید میشه. اونقدر این ساز خفن بوده که اون زمان بتهوون و موزارت هم حتی قطعاتی رو براش نوشتن، ولی خب متاسفانه الان از رده خارج شده. نمونه صداشو میتونید پیدا بکنید، هارمونیکای شیشه‌ای تو گوگل اگه سرچ بکنید یا حتی داخل یوتیوب هم هستش. پیشنهاد میکنم اینو ببینید، خیلی جذابه. ساز بعدیمون ساز عجیب غریب و بسیار بی‌رحمانه، بجرمین. تصویرش میبینید که یه ساز الکترونیک هستش که به کمک یه راسوی تفلک، راسوی بدبخ ساخته میشه و حالا نمیدونم این صداش چجوری، اصلا چیزی گیر نیاوردم ازش. اسمش بجرمین. ساز بعدیمون هم متاسفانه همینطوری خشن و عجیب غریب و وحشیانه است. در واقع پیانوی گربه‌ای. پیانوی گربه‌ای مثل بقیه پیانوها یک کیبورد داره که کلیدای پیانو روش هستش و نواخته میشه، منتها با فشار داد منتها جلوی این کلیدای پیانو یک سری قفس هستش که داخل اونها گربه قرار میگیره. پیانوی گربه‌ای، هر کلیدی که فشار بدید یه دونه میخ
فرو میره داخل دم اون گربه بدبختی که اونجا قرار گرفتن و باعث میشه جیغ بکشه. حالا میان با جیغ کشیدن اون گربه های بیچاره سری قطعات اجرا میکردن در قدیم. واقعا ظالمانه بوده ساز عجیب غریب. و اما ساز آخرمون که من خودم خیلی دوستش دارم، هایدرولوفون. هایدرولوفون در دهه 1980 ساخته شد. بخوام خیلی ساده بگم شیوه کار این ساز چجوریه، یعنی چه مکانیزمی داره برای تولید صدا. ببینید مثلا یه ساز بادی رو در نظر بگیرید مثل همین نیمبون. نیمبون شما میای فوت میکنی، بالاخره اون باد و هوا میره داخلش و اون جریان هوا باعث میشه که صدا ازش تولید بشه. حالا داخل هایدرولوفون به جای هوا فرض کنید آب قرار میگیره. هایدرولوفون از اسمش هم میشه فهمید، به جای هوا آب توش قرار میگیره و اون جریان آب یه جوری، حالا یک سری کلید داره، کلید که نسیس سوراخی که ازش آب میزنه بیرون، شما انگشتاتون حالا میزنین رو اونا و صدا تولید میشه ازش و صداش هم خیلی جذابه. این هایدرولوفون و هارمونیکای شیشه‌ای توی این لیست واقعا جزو دو تا سازهایی بودن که من از صداشون خیلی لذت بردم و خوشگلم هستن، یه چیز عجیب غریب و خفن. میشناد بکنم ببینید. دیگه این سازی هم هستش که با دستای خیس باید نواختش. این بود داستان عجیب ترین سازها که من تعدادشو گلچین کرده بودم. ببینید به نظرم خفن بود، امیدوارم که لذت برده باشید. مرسی که تا آخر ویدیو تماشا کردید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نشه و از من حمایت بکنید. دمتون گرم، روز یا شبتون بخیر.